در مورد قرارداد دانفنگ توضیح میدم. ما نشست جلساتی دو قرارداد ما نبستیم، قرارداد شرکت ها بستن، ما ناظر بودیم، تلاش کردیم شرکت ها رو حمایت بکنیم که بیشتر به سمت واردات نرن، برن به سمت انتقال تکنولوژی. ببخشید دوست آقای وزیر، بعد یه بازی دیگه انجام بدن، اجازه بدید. آقای وزیر چرا سراغ شرکت های درجه یکشون نمیرید؟ مدیر خود دایفن چیکار کردن برای ایران خود؟ مدیر موتورسیکلت هم خودرو هست، هر چی که درباره خودرو گفتم شامل موتورسیکلت هم هست. به نظرم موتورسیکلت زودتر میتونه ساخت داخل بشه. الان هم تعدادی شرکت هستن که این کارو کردن، ما ازشون حمایت میکنیم. آیا دکتر چرا سراغ شرکت درجه یک چینی مثل بی‌وای‌دی نرفتین، سراغ دانفنگ رفتین؟ من که نرفتم، من به دنبال بهترین ها هستم. خب الان بی‌وای‌دی بهترین شرکت خودروسازی برقی چینی. ببینید من که وارد کننده نیستم، که ما وزارت صنعت مدن تجارت است. ما در وزارت صنعت مدن تجارت از بهترین ها حمایت میکنیم، بهترین هایی که به لحاظ اقتصادی تعریف میشن. امروز برخی محصولات هستن در دنیا فارغ از اینکه از کدوم کشور میان، اما که بهترینه. الان بی‌وای‌دی بهترین شرکت ساخت خودروهای برقی در چینه، چرا سراغ بی‌وای‌دی؟ من نمیتونم قضاوت بکنم، منم به سراغ اینا، من تشویق هر که شما میرید بره من ازت حمایت میکنم. خب قیمتاشون خیلی بالا، شما الان میخواین چیکار کنین؟ قیمتا منطقی بشه که مردم بتونن بخرن، چون مردم قیمت بالا رو دولت ها سوبسید میدن دیگه به خودروهای برقی. ما هم با خودروهای برقی عمومی سوبسید میدیم، شخصی ها میخواد سوبسید میدن جای دیگه که من قانون به خودروهای برقی عمومی سوبسید میده به خاطر اینکه بیشتری منفعت داره، ولی اگه بخوایم بریم برای خود سوبسید به بعد قانون بذاریم درسته. چون الان شما دقت کنید ریرا الان خودش 800 تومنه، بعد میگن 1.5 میلیارد میشه. قانون وضع شده، اون حمایتی که ما میتونیم بکنیم این است که تعرفه رو بتونیم اصلاح بکنیم، در با تعرف اصلاح تعرفه حمایت بکنیم از مردم و تشویق بکنیم، اما اینکه بتونیم سوبسیدی غیر از تعرفه بدیم، این نیازمند این هستش که به هر حال قانون گذار تصمیم بگیره. برای زیر ساختاش خرج چیکار کنیم که دوست عزیز ممنون همراه با و سازگار با محیط زیست هست، به لحاظ اقتصادی برای کشور رفع مشکل سوخت میکنه و دلایل دیگه که توی عرایزم عرض کردم در اولویت حمایت هستن. بنابراین هر کدام از شرکت ها که با اولویت به سمت برقی برن، حتی مردم که الان مطالبه بکنن ماشین برقی رو، در اولویت براشون عرض تامین میکنیم و آمادگی داریم بدون محدودیت مشکلشون رو برای تامین خودروی برقی رفع کنیم. خیلی ممنون. سفر چین هنوز ارزیابی، ما در چین به دنبال این بودیم که بتونیم ببینیم که ظرفیت های اونا چی هست. اولا اتفاقایی که اونجا افتاده، اتفاق خیلی مهمی که به نظرم افتاده بود این بود که ماشینا بالای 35% به صورت عمومی برقی بودن، ماشینای عمومی اغلب برقی بودن، خودروها، موتورسیکلت ها، موتورها عموما برقی بودن.